آغاز جشن‌های مردمی دهه کرامت از حرم آسمانی ترین دختر این شهر خانم فاطمه معصوم سلام الله علیها. امروز به مناسبت میلاد فاطمه معصومه سلام الله علیها است. اومدیم از ادب کنیم خدمت شما. برای از تبریک از معصومه اومدم. آیینی که امروز از قم آغاز شد و تا آسمان خورشید بی غروب خراسانمان امام رؤوف ادامه دارد. خادمان حضرت معصومه، بهشت نشینانی که حالا خوش نشین شدند، چه زیبا از عمق ارادتشان میگویند. 20 ساله که الان در خدمت بی بی هستم. اینجا قطعه یه بهشت هست. بزرگترین افتخاره که ایشون ما رو تا به حال راه دادن در این لباس باشن. خیلی حال هوای خاصی داره، قابل توصیف نیست. جشن‌های امروز با خطبه‌خوانی خدام حرم آغاز شد. آیین سنتی و آغازگر جشن‌هایی در سراسر ایران اسلام. بیش از 200 فعالیت، برنامه و مراسم فرهنگی در سراسر کشور و در دهه کرامت اجرا می‌شود که فقط یکی از آنها اجرای سرود است. گروه‌های سرود 200گانه‌ای ترتیب داده شده که در شهرهای مختلف در استان‌های مختلف به اجرای سرود خواهند پرداخت و حال و هوای دهه کرامت رو تلاش می‌کنند در کشور بیشتر فعال کنند. شعار امسال دهه کرامت خدمت کریمانه، دستگیری به رسم اهل بیت است. شعاری اهل بیتی برای دستگیری و نشان دادن عملی عمق ارادت به خاندان لطف و کرم. الگوهایی که ما در مکتب اسلام داریم همه دستگیر بودن، همه کریم بودن. الگو گرفته از ائمه خودمون هستیم، از این کریمانمون هستیم، باید پیرو راهشون باشیم و تا اونجا که میدونیم دستگیری بکنیم از نیازمندان. ما اگر دنبال عدالت هستیم، دنبال آزادی هستیم، باید فضیلت کرامت را در جامعه زنده کنیم. زنده نگه داشتن خصوصیتی که زندگی با عزت ارمغانش خواهد بود. دهه کرامت فرصت مناسبی است برای مشق و مرور زندگی کریمانه اهل بیت علیهم السلام. فرصتی برای یادآوری انسانیت و شادی مؤمنانه با شاد کردن غروب مؤمنین و تمامی افراد جامعه. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.